سریال میدان سرخ رو ببینیم یا نه؟ توی این برنامه نظرم رو در موردش بهتون میگم. یه خیانت باعث میشه داغ خیانتهای قبلی هم برات تازه بشه. سلام، احسان منصوری هستم. توی این برنامه در مورد سریال میدان سرخ صحبت میکنیم. احسان منصوری راوی سینماست، نه منتقد سینما. یه بیننده کاملا معمولیه که نظراتش رو میگه چون مردم دوست داشتن استناد کردن این مسیر رو ادامه میده، فقط به این دلیل. این تعارف نیست، حرف دل منه. همین الان جون خودت و شادی رو بردار در برو، دارن میان سراغت. اثر اصالت نداره، میخواد شبیه خارجی ها باشه، میخواد شبیه هالیوود باشه. تونسته؟ نه. از خودش فرمی رو تعریف نمی کنه، از خودش روایت منحصر به فردی رو تعریف نمی کنه. میخواد شبیه نمونه های موفق خارجی باشه. اصلا گیریم اشکالی نداره. تونسته؟ نه. همین آخر تروریست هم. وقتی میخواد چنین کاری بکنی، باید از اون نمونه ها قوی تر باشی تا بتونی خودی نشون بدی. اما وقتی حتی نزدیک به اون کیفیت نمیتونی بشی، مسیر رو اشتباه رفتی. سریال میدان سرخ در قسمت اول امیدوار کننده نیست. نشده. چرا نشده؟ کست بازیگرها ازشون بازی خوب کم ندیدیم، پس نمیتونیم بگیم که انتخابها اشتباه است، بازیها غلطه. اگرچه که گردانندگی روی بازی بازیگرها هم با وسواس اتفاق نیفتاده. مامان هرچی توش هست و نیست میخوام. سانسور حجاب دیگه واقعا زننده است. نمیدونم الان باید بگم که کاش ممیزی ها رو رعایت بکنن در حین تولید که ما با همچین صحنه مواجه نشیم، یا بگم که سانسورها ناعادلانه است. به هر حال سانسورها که ناعادلانه است، ولی آخه این چیه؟ این مرد وارد اتاق میشه، میبینه که زنش رو آویزون کردن از سقف، بمب دورش بستن. چرا؟ چون میخواد شبیه خارجی ها باشه. آدم ها از توی قبار میان، موسیقی اوج میگیره، دستی وارد قاب شده و میگه آقا اسلحه با خودتون نمیبرید؟ مرد میگه میاد بیرون. چرا؟ چون میخواد شبیه خارجی ها باشه. میاد بیرون، چند تا قوی هیکل میان بهشون میگن که میخواید همراهتون بیاییم؟ چون میخواد شخصیت پردازی رو خارجی طور انجام بده. این اسلحه بیاد بگه نمیخوام شخصیت پردازیه. الان داره شخصیت پردازی اتفاق میفته. چرا هیچکیو با خودشون نمیبرن؟ چون خودشون خیلی خفنن. پس چرا وقتی میرن اونجا میشینن با هم دیگه تخته بازی میکنن تا اون شخصی که مد نظرشون از تو حیات بیاد اینا رو ببینه شوکه؟ چرا؟ چون میخواد شبیه خارجی ها باشه. پاک شده پاک نشده، فقط سریع بارای موبایل ترخیص، برگی انبارم امضا، تمام. با ما با همون آثار خارجی این تمی هم که اون سینما مال خودشونه دلمون صاف نیست، چه برسه به تو که نمونه بسیار لول پایین تری از اون فضا سازی هستی. یه خیانت باعث میشه داغ خیانتهای قبلی هم برات تازه بشه. دیالوگ ها بی ذوق، سطحی. تقصیر خودمه، از هر کی خوشم میاد فکر میکنم خیلی میشناسمش و این غلطه. به هر کی میگی سلام میخواد بهت خیانت کنه، میخواد بهت دروغ بگه. اینا قرار شخصیت بسازه، این دیالوگا نمیسازه. هیجان کاذب کل اثر رو فرا گرفته. همه چیز مشخص چیدمان شده است. حضور کارگردان حس میشه روی کار. انگار صدای 3-2-1 حرکت رو میشنویم اصلا. همه چیز کاریکاتوری. چرا شخصیت اینک دودی رو از رو چشمش بر نمیداره؟ اینا شخصیت میسازه؟ اینا کاریکاتور میسازه. چیه این عینک دید در شب؟ چیه؟ ظاهراً این یک فیلمنامه سینمایی بوده، چون سینما به خاطر کرونا رو به ورشکستگی رفته، تبدیلش کردن به یه سناریو برای سریال و گفتن سریال نمایشخانگیش میکنیم دیده بشه. اشکالی داره؟ نه. اصلا بیان فیلمنامه یک فیلم کوتاه رو تبدیل کنن به یک سریال 600 قسمتی. چه جوری این کارو میکنی مهمه. چرا تو آثار این شکلی تا یه کامپیوتری لپتاپی چیزی میاد دست آدم‌ها فقط میگن تایپ کن؟ چی رو داره تایپ میکنه؟ الان چی رو تایپ کرد؟ بابا مردم دیگه الان همه کامپیوتر دارن، همه لپتاپ دارن، همه میدونن که
اینجوری بیشتر ما از موس استفاده میکنیم تا از کیبورد. بعد اصلا از کیبورد استفاده کن. چرا کیبورد استفاده میکنی؟ اتفاقی رو مانیتور نمیفته. تق 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 تق. بده. اصلا مهتاب کرامتی داره تایپ میکنه رو صفحه واتساپ. ما واتساپ همه داریم. چیزی در حال تایپ شدن نیست. اون زیر نوار پشتی نمیدونم گوگل یوتیوب چیه اون داره روش تایپ میشه. در صورتی که این میخواد وایس های روی واتساپ رو گوش بده. بعد داره تایپ میکنه وایس پخش میشه. الان این بچه تو خونه چه کار میکنه؟ چرا زن زنگ نمیزنه به پلیس؟ چرا زنگ نمیزنه به آمبولانس؟ چرا اصلا میگیم خلافکار خودش هم پاش گیره خواسته کس؟ چرا بچه رو نمیبره؟ مگه نه تلفنی بهش گفتن که شما در خطرین؟ چرا نمیره؟ چرا این بچه رو نمیبره؟ چون شبیه خارجی هست؟ نه بابا شبیه خارجی هم نیست. نیست دیگه. منطق منطق منطق. یه ساعت وقته. طراحی لباس کاریکاتوریه، همه کچلوار، تصویر برداری روی هیجان، روی کپی از آثار خارجی، همش حرکت، حرکت‌های بیهوده که فضا نمی‌سازه. شخصیت‌های اصلی ظاهراً قراره که آدم‌های زیرکی باشن، آدم‌های قدرتمندی در باندهای خلافکاری باشن، اما نه زیرکن نه قدرتمند، اتفاقاً کم‌هوش به نظر می‌رسن و عجیب و غریب. شما ببینید کره جنوبی، دانمارک کاری میکنن که آثارشون رو امریکایی‌ها دوست دارن بسازن و حتی ناموفقن توی این بازسازی‌ها. مثلا اولد بویی که امریکا میاد از روی کره جنوبی میسازه ناموفقه، خودش در کشور خودش یعنی کره جنوبی شاهکار محسوب میشه در دنیا. یا همین اواخر فیلم گناهکار دانمارک رو با بازی جک جیلنهال اومده امریکا ساخته، اصلا به اثر اصلی نمیتونه برسه. بعد ما میایم کپی های ضعیف، فضاهای کپی برداری شده ضعیف از آثار اونها رو میایم خودمون اجرا بکنیم و نمیتونیم حتی نزدیک به اون کپی، حتی کپی کار خوبی نیستیم. تیتراژ سریال تنها چیزیه که تونسته شبیه خارجی ها باشه. در شبیه خارجی ها بودن تنها چیزی که توی این سریال موفقه تیتراژ آغازینشه. بله تونسته. کاری هم نداریم که خوبه یا بد که میخواسته شبیه خارجی ها بشه ها. فرض کنیم اصلا خوبه که خواسته شبیه خارجی ها بشه. تنها چیزی که در این سریال تونسته شبیه آثار خارجی هالیوودی بشه تیتراژ آغازینشه. بذارید بگیم تنها ویژگی مثبتشه. نظر کلیمون رو در مورد سریال میدان سرخ بهتون بگم. جونتو نجات بده، این بازی تو نیست. میدان سرخ. سریال روی هیجان نوشته شده و روی هیجان ساخته شده، نه منطق. فرمی از خودش ارائه نمی کنه و آریه گرفته از هالیوود، اما تو همون هم ناموفقه. دیالوگ ها سطحی هن و شخصیت نمی سازن. فضای کار آری از جذابیت ساخته شده و شبیه کاریکاتوره. همه چیز نشده به این امید که بالاخره ما یک اکشن خوب، یک اکشن ایرانی خوب ببینیم در سینما. همین الان جون خودت و شادی رو بردار در برو، دارن میان سراغت. سریال میدان سرخ با توجه به آن چیزی که در قسمت اول دیدیم در لیست نبینیم های برنامه ببینیم یا نه قرار میگیره. فکر میکنم منصفانش اینه که از این به بعد سریال هایی که حتی در لیست نبینیم هاست رو خودم لااقل ادامه بدم که اگر در قسمت های بعدی اتفاقی افتاد و اگر لایق این بود که از این لیست خارج بشه در ببینیم ها قرار بگیره به شما عزیزان اطلاع بدم. در حال حاضر در لیست نبینیم هاست. به هر حال اگه اوضاع سریال میدان سرخ ردیف شد بهتون اطلاع میدم. اگه به سینما علاقه‌مندی و ویدیوهای اینچنین میخوای ببینی کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا ویدیوی جدید گذاشتم خبردار بشی. ممنونم که همراه من بودی. امیدوارم این ویدیو به دردت خورده باشه و در تصمیمت اثرگذار بوده باشه. سعی کردم عادلانه حرف بزنم. مثل همیشه احسان منصوری هستم و تلاش میکنم حرفم رو بزنم بدون اینکه به عواقب شخصیش توجهی داشته باشم. اینجوری فکر میکنم خود صاحبین آثار هم خوشحالترن و این رو درک میکنن. شما هم که از گلهای گلید، چی میگن؟ شما هم خیلی گلهای گلید. مخلصیم. خدا رسیم.